رهبر کاتولیک های جهان برای دیداری سه روزه به شیلی سفر کرده است. دیداری که برای نخستین بار در دوران خدمت او در سایه تخلفات جنسی یک کشیش محلی با استقبال نچندان گرم مردم آن کشور همراه بوده است. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه به مجرد ورود به سانتیاگو پایتخت شیلی در نخستین سخنرانیش در کاخ ریاست جمهوری در کنار میشل باشله رئیس جمهوری سوسیالیست آن کشور از رسوایی کلیسای کاتولیک به خاطر تخلفات جنسی کشیشان طلب آمرزش کرد. در اینجا وظیفه خود می دانم که بگویم تا چه اندازه نسبت به لطمات جبران ناپذیر که توسط برخی از اعضای کلیسا بر کودکان وارد آمده دردمند و شرمنده. در اینجا جای دارد من هم همراه با برادرانم تقاضای بخشش کنم و در این حال که سعی می کنیم مطمئن شویم که دیگر چنین وقایعی تکرار نشود به هر نحو ممکن از قربانیان حمایت کنیم. پاپ در پی این دیدار برای به جای آوردن مراسم نیایش در جمع ده‌ها هزار نفر از شهروندان شیلی در پارک هیگینز، محلی که سه دهه پیش شاهد حضور ژان پل، رهبر وقت کاتولیک‌های جهان بود، شرکت کرد. اما این دیدار برخلاف سایر دیدارهای پاپ از دیگر کشورهای جهان به خاطر سالها سوء استفاده های جنسی پدر فرناندو کارادیما از کشیشان معتمد مردم، از کودکان و نوجوانان و سکوت خوان باروسو یکی از کشیشان معتبر کلیسای کاتولیک در اسقف‌نشین اورسونا در جنوب مرکزی شیلی با تنش همراه بود. فرناندو کارادیما که اکنون 87 سال دارد با اثبات اتهاماتش از سال 2011 به واتیکان فراخوانده شده و محکوم به گذراندن عمر خود به توبه و دعا شده است. خیابان‌های شیلی در نخستین روز ورود پاپ صحنه درگیری پلیس ضد شورش با کسانی بود که در اعتراض به ورود او به شیلی و وجود فقر گسترده در آن کشور دست به تظاهرات زده بودند. شیلی برای پاپ فرانسیس حکم وطن دوم را دارد. پاپ متولد آرژانتین است اما از آنجا که در تمامی دوران تحصیل خود در شیلی اقامت داشته با فرهنگ مردم شیلی آشناست. اما رسوایی های جنسی کلیسای کاتولیک شیلی تا آنجا به اعتبار واتیکان لطمه زده که نتیجه جدیدترین نظرسنجی لاتین بارومترو نشان می‌دهد پاپ فرانسیس در شیلی در قیاس با 18 کشور دیگر آمریکای لاتین از کمترین محبوبیت برخوردار است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.